آزار و اذیت اقلیت مذهبی بهائیان که بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران هستند از ابتدای انقلاب اسلامی به شکل‌های گوناگون وجود داشته تا جایی که امروز نسل سوم خانواده‌های بهائی هم از این آزار و اذیت در امان نیستند. فرید زیرگی مقدم جوان 25 ساله بهائی ساکن بیرجند است که به دلیل حکم عضویت در تشکیلات بهائی به 5 سال زندان محکوم شده و بعد از تایید حکمش در دادگاه تجدید نظر روز گذشته خودش را به زندان بیرجند معرفی کرد. فرید مقدم در یک خانواده 5 نفره بهایی متولد شده است و فرزند کوچک خانواده است. او برای اولین بار در 12 مرداد 1398 دستگیر و 26 روز در زندان انفرادی وزارت اطلاعات بیرجند و تحت بازجویی‌های شدید و فشارهای روحی و روانی و تحقیر فراوان قرار داشت و سپس به بازداشتگاه عمومی منتقل و در مجموع بعد از 34 روز با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. او بعد از 7 ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب بیرجند که به ریاست جعفر اسلامخواه برگزار شد، به دلیل عضویت در تشکیلات بهائی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شد و سپس در دادگاه تجدید نظر به ریاست ابراهیم رمضانی از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه و به 5 سال حکم قابل اجرا محکوم شد. این در حالی است که فرید در سال 1374 به دنیا آمده و فعالیت تشکیلات رسمی بهائی 12 سال قبل از تولد او از سال 1362 در ایران منحل اعلام شده و تشکیلاتی وجود ندارد. فرید که به دلیل بهائی بودن امکان ادامه تحصیل بعد از دیپلم را نیز نداشته، پیش از دستگیری به عنوان بازاریاب مشغول به کار بود، ولی بعد از آزادی از زندان به دستور وزارت اطلاعات از کارش نیز اخراج شد. پدر فرید کارگر ساختمانی و ناشنواست و امکان کار برای او بسیار محدود است. برادر بزرگتر و مادرش نیز در حادثه‌ای که چند سال پیش اتفاق افتاد دچار ضربه شدید شدند. برادرش قطع نخاع شده و امکان فعالیت و زندگی برایش محدود شده و مادرش نیز به دلیل شکستگی سینه و کمر و مشکلات تاندون دست زندگی سختی را می‌گذرانند و همگی آنها به کمک فرید برای ادامه زندگی نیازمندند. فرید جوان‌ترین فرد بهائی در بیرجند است که دستگیر شده و بیشترین حکم را به نسبت بهائیان دیگری که در بیرجند گرفتار شده‌اند دریافت کرده است. فرید بعد از تایید حکم 5 ساله‌اش در یکی از صفحات مجازی می‌نویسد: من نمی‌دونم این حکم از کجا و به دستور چه کسانی صادر شده، ولی ای کاش به شرایطی که از خانواده‌ام گفته بودند کمی ملاحظه می‌کردید. پدری ناشنوا، مادری آسیب دیده و برادری افتاده. ای کاش یکم انصاف در شما بزرگواران می‌بود. من مطالب زیادی خواندم از بزرگی و عدل امام علی. کاش یکم راه آنها را می‌رفتید. و در جای دیگر می‌نویسد: ولی این ظلم محض است که یک فرد را در اوج جوانی به صرف بهائی بودن به حبس بالا محکوم کنید و جوانی یک جوان را نابود کنید. برای من جوان با این اوضاع کشورم همین آزادیم با زندان چندان فرقی نداشته و ندارد، ولی بازم ای کاش نگاهی به شرایط و اوضاع خانوادگی و زندگیمان میشد. ای کاش. این در حالی است که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران افزایش پیدا کرده و استان خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند نیز جزء استانها و شهرستانهای قرمز به حساب میآیند. در این میان وضعیت زندانها نیز با توجه به شرایط زندگی و محدودیتها وضعیت خطرناک مضاعفی دارد. در حالی که نیروی جوان هر کشوری ذخایر آن کشور بوده و جوانان آینده سازان کشور هستند، حضور فرید و سایر جوانان آن کشور در زندانها با عقاید و باورهای متفاوت و فقط به صرف اعتقاد به آیین و مذهبی و دریافت احکام بالا و حتی بعضن اعدام در طول سالهای انقلاب، آینده این کشور را با سوالات جدی مواجه کرده است.